سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از مدت ها دوباره برگشتیم با یک آموزش دیگه، با هم همراه هستیم. امروز میخوایم کیف پول یا کیف کارت، هر جور که دوست دارید میتونید ازش استفاده کنید، با هم دیگه ببافیم. به دو تا نخ به رنگ های مختلف نیاز داریم، میتونید از هر رنگی که خواستید استفاده کنید. من از رنگ قهوه‌ای و بنفش استفاده میکنم. از قلاب شماره 2.5 استفاده میکنیم. برای درش نیاز داریم به یه دونه از اینا و یه دونه هم سوزن. خب دوستان، میریم برای آموزش. ابتدا زنجیره میبافیم، نخت و دور انگشتمون حلقه میکنیم به این صورت. 51 دونه زنجیره میبافیم. خب دوستان، 51 دونه زنجیرمون رو بافتیم. یه زنجیره دیگه هم دوباره میبافیم، نخمون رو برمیگردونیم و داخل زنجیره اولی نه از دومی شروع میکنیم به بافتن پای کوتاه. از این قسمت قلابمون رو در میاریم، نخمون رو میگیریم و پای کوتاه میبافیم. دوباره از این قسمت قلابمون رو در میاریم، نخ اون رو میگیریم و یک پای کوتاه میبافیم. دوباره همین کار رو ادامه میدیم تا آخر. 50 تا پای کوتاه میبافیم. دوستان، 50 تا پای کوتاهمون رو بافتیم. میریم برای ردیف بعدی. یه دونه آخری رو نمی بافیم به خاطر اینکه از اینجا اگه ببافیم باز میشه. به خاطر همین 52 تا پای کوتاه با زنجیره بافتیم. پای کوتاهمون رو از دومین زنجیرمون شروع به بافتن کردیم و یه دونه آخری رو نبافتیم. برای اینکه ردیف دوم بریم، یک زنجیره می بافیم، برمی گردیم و از این گوشه کارمون شروع به بافتن میکنیم. داخل هر کدوم از این جاهای خالی یک پای کوتاه میبافیم. خلاصه ردیف دوم رو بافتیم. میریم ردیف سوم. خاطر اینکه یه ردیف بالاتر بریم، اولی رو زنجیره میبافیم، بعد برمیگردیم از این طرف شروع به بافتن میکنیم. دوباره به صورت قبل داخل هر کدوم از جاهای خالی یک پای کوتاه میبافیم. ردیف سوم رو بافتیم، یک زنجیره می بافیم، برمیگردیم و میریم برای ردیف چهارم. دوستان، به همین صورت ادامه میدیم 4 ردیف رو. الان ردیف چهارم هستیم. 16 ردیف دیگه هم می بافیم که روی هم دیگه 20 ردیف بشه و برمیگردیم.
خب دوستان، 20 ردیف پای کوتاهمون رو باختیم، ردیف 21 هستیم، 25 تا پای کوتاه می باختیم. بافتیم 25 تا دیگه رو هم نمی بافیم. این 25 تا پای کوتاهی رو که بافتیم 20 ردیف می بافیم. یک زنجیره می بافیم، برمی گردیم و ردیف بعدی رو شروع می کنیم. ردیف دوم رو بافتیم، میریم ردیف سوم، یک زنجیره میبافیم، برمیگردیم. دوستان به همین صورت بافتمون رو ادامه میدیم تا 20 ردیفمون کامل بشه. این 25 تا پای کوتاه رو 20 ردیف میبافیم و برمیگردیم. خب دوستان، 25 تا پای کوتاهمون رو قرار بود 20 ردیف ببافیم، اما 20 ردیف کم میاد به خاطر اینکه اینو وقتی تا میکنیم و میبندیمش کوتاهی میکنه، به خاطر همین 21 ردیف بافتیم اینجا رو. خب این قسمت رو 21 ردیفمون رو تمام کردیم، میریم برای بافت پاپیونش. از نخ بنفش استفاده میکنیم یا هر رنگی دوست داشتید میتونید استفاده کنید. 26 تا زنجیره می بافیم. 26 تا زنجیرمون رو بافتیم، نخمون رو برمی‌گردیم. از این قسمت شروع به بافتن پای کوتاه می‌کنیم. از اولین زنجیره نه، از دومی شروع می‌کنیم. 25 تا پای کوتاه می بافیم. دوستان 25 تا پای کوتاهمون رو بافتیم، میریم برای ردیف دوم. به همین صورت قبل که بافتیم یه دونه زنجیره میبافیم. برای اینکه ردیف بعدی بریم یه دونه زنجیره میبافیم، برمیگردیم و از اولین جای خالی که داریم شروع به بافتن میکنیم و داخل هر کدوم از جاهای خالی یه دونه پای کوتاه میبافیم. برای ردیف بعدی دوباره یک زنجیره می بافیم، برمی گردیم و شروع می کنیم به بافتن. دوستان این رو به همین صورت ادامه می دیم تا 14 ردیفمون کامل بشه. به همین صورتی که می بینید دو ردیفش رو بافتیم، 12 تا ردیف دیگه هم می بافیم که 14 ردیف بشه و برمی گردیم. خب دوستان 14 ردیفمون رو کامل کردیم، میریم برای بخش دوم پاپیونمون. بیست و یک پای زنجیره می بافیم. خب 21 زنجیرمون رو بافتیم، برمی گردیم. از این پشت شروع به بافتن می کنیم. 20 تا پای کوتاه می بافیم اینجا. Thank you.
دوستان 20 پای کوتاهمون رو بافتیم، یک زنجیره میبافیم، میریم ردیف بعدی. از اولین جای خالی شروع به بافتن پای کوتاه میکنیم و این 20 پای کوتاهمون رو 4 ردیف میبافیم. خب دوستان 4 ردیف پای کوتاهمون رو بافتیم، میریم برای دور بافیش، یک زنجیره میبافیم، برمیگردیم و دور تا دور رو پای کوتاه میبافیم. به گوشه کارمون رسیدیم، اینجا دوتایی میبافیم، یک داخل یه دونه جای خالی دوتا پای کوتاه میبافیم، خاطر اینکه به این صورت برمیگردیم. داخل این جای خالی ها هم هر کدومش یه دونه پای کوتاه میبافیم، فقط گوشه کارمون رو دوتایی میبافیم. دوباره رسیدیم به گوشه کارمون، یک دو، اینجا دو تا پای کوتاه بافتیم. دوستان دوباره به گوشه کارمون رسیدیم، اینجا را دو تا پای کوتاه میبافیم. دوباره بقیه را تکی میبافیم. اینجا یه دونه پای کوتاه بافته بودیم، یه دونه دیگه هم میبافیم، دو تا. و اینطوری به هم دیگه وصلش میکنیم. که آخرمون مونده پانزده تا زنجیره میبافیم. دیگه نیاز نیست از پشتش ببافیم، از همینجا شروع به بافتن میکنیم. از همینجا داخل اولین زنجیره نه، از دومی شروع به بافتن میکنیم. 14 تا پای کوتاهمون رو میبافیم. تا این قسمت. خب داخل آخرین زنجیرمون دوتایی میبافیم. سیزده تا پای کوتاهمون رو بافتیم. 14 و 15. اینجا 15 تا پای کوتاه داریم، برمیگردیم و دوباره از روبروی پای کوتاهمون پای کوتاه میبافیم. دوباره از این طرف هم 13 تا پای کوتاه میبافیم. کنار این یک پای کوتاهمون یک پای کوتاه دیگه هم میبافیم که گوشه های کارمون دوتایی میشه. اینجا رو به هم دیگه وصل میکنیم، یک زنجیره میبافیم، یک دو. اینجا دو تا پای کوتاه اضافه میکنیم، بقیه رو تکی میبافیم تا گوشه کارمون برسیم.
اینجا 4 تا پای کوتاه اضافه میکنیم داخل این دوتا، دوتای پای کوتاه بافیم. دوتا پای کوتاه اولمون رو بافتیم، اینجا دوتا پای کوتاه دومون رو بافیم. بقیه رو تکی میبافیم. تا این قسمت آخرین پای کوتاهمون رو هم اضافه میکنیم. نخمون رو بلندتر قیچی میزنیم برای وصل کردنش. دوستان پاپیونمون رو درست کردیم به این صورت، پشتش رو دوختیم. اگه یه خورده بزرگتر بود میتونید بیشتر اینجا رو بدوزید که محکم بشه. از اینجا شروع میکنیم به وصل کردنش. از نخ بنفشمون استفاده میکنیم. نخهای اضافه رو هم باش میبافیم. برای وصل کردنش داخل هر کدوم از جاهای خالی یک پای کوتاه بافیم. قسمت رو بافتیم، گوشه های کارمون رو دوتا این بافتیم برای دور بدن. اینجا دوتا پای کوتاه بافتیم، بعد دور میزنیم، از این طرف شروع به بافتن میکنیم. دوستان دوباره به گوشه کارمون رسیدیم، اینجا رو دوتا پای کوتاه بافتیم، دور میزنیم و بقیه رو تکی میبافتیم. گوشه های کارمون که میرسیم دوتا این بافیم. تا گوشه کارمون رسیدیم دوباره اینجا دوتا این بافیم و این قسمت رو هم میبافیم. تا این آخر ادامه میدیم. خب دوستان دوره بافیمون رو تمام کردیم، میریم برای وصل کردنش. از این قسمت شروع به وصل کردنش میکنیم.
شد اینا رو هم میدوزیم بهش و برمیگردیم. خب دوستان عزیز، اینم از آموزش امروز ما. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.